بینندگان از جای جای سوالاتشان ارائه میکنن، خواهی نشانه خوبی است دیگه که بسیار الحمدلله به حال برنامه انشالله مفید بوده و بینندگان انشالله استفاده میکنن. عزیز دلمان به نمبر مثبت 93 79 50 21، ایشان هم ضمن تشکری از برنامه سوال کردن که آیا بسته شدن بخت واقعیت دارد یا نه، و ای که شرع مقدس مطلب تایید میکنه یا نه. خدمت هزی بیننده عزیز و ممکنه بینندگان زیادی هم به این سوال برشان خلق شده باشه، یک موضوع خیلی مطلبی هم هست. میگن طرف بختش بسته شد، یا مثلا میگه شب عروسی برش یک اتفاق افتاد بختش بسته شد. ایزی گپ ها زیاد هست در جامعه و شاید شما هم از شما سوال شده باشه، از ما هم سوال شده که چطور میشه همی بخت انسان اقبال مرا بسته. یا حتی برخی از همشهری های ما در برخی از نقاط افغانستان میگم پینک ما، پینک پیشانی، پینک ما سیاست و بخت ما را بسته کرده، پینک ما سیاه شده، یا سرنوشت ما بالاخره یک طور شده. مدت است که مثلا ما هر کاری که میکنیم زندگی ما رونق نمیگیره، بخت ما را بسته کرده. ما خدمت از این بیننده عزیز و سایر بینندگان عرض کنیم، ما چیزی به نام بخت، چیزی به نام اقبال و چیزی به نام خدمت شما عرض کنم سرنوشتی به این معنایی که عوام الناس میگه ما نداریم. یعنی او چیزی نیست که از پیش نوشته شده باشه، مثل ماشین واری دیکته شده باشه و ما طبق از امو چی بریم عمل کنیم. این رقمی نیست. خب استاد، خیلی چیزایی که در شبای قدر گفته میشه او قضیهش جداست، اون بپردازیم به او. پس این رقم نیست که از پیش نوشته شده باشه و ما نتونیم این را تغییر بدیم، و ای طور نیست که باز یک نفری به این دست پیدا کنه. همین مثلا کامپیوتر ما را مثلا دسترسی پیدا میکنن، برنامه چی میکنن عوض میکنن. دقیقا او کسی که تصور بخت بستگی رو داره که بخت ما بسته شده، او تصورش بر است که یک نوشته است یا یک برنامه است، یک شخص دیگه به این برنامه دست پیدا میکنه و این برنامه را از پیش خودش عوض میکنه، یک سری کدای دیگه میده و ما هیچ کار کردن نمیتونیم. و از این خاطر است که برخی از وقتا پیش برخی از ملا صاحبا میرن، غیر از ملا صاحبا کسای دیگه هم دیدین در کشور ما دمیتور سرک شیشتن تاویز نویسی میکنن، کتاب پیش خودشان باز میکنن، یک رمل دارن. برخی هم که خیلی مثلا به تعبیر میگن استرلاب داره و از این گپا هستن، پیش از اینا مراجعه میکنن که می بخت ما چی شوه باز شوه. پس ما میگیم خدمت از این بیننده عزیز و هر بیننده کسی، ما چیزی به این عنوان نداریم که برنامه نویسی شده باشه و یک شخصی به این برنامه نویسی دست پیدا کرده باشه و کدایش چی کرده باشه عوض کرده باشه. مثل کامپیوتر که حک میکنه او را، مثل کامپیوتر ولی نیست. البته ای که انسان عملی انجام میده خارج، عملش عکس العمل داره. صحیح. یعنی عمل انسان چی در قیامت و چی در می زندگی حال ما در آینده ما چی داره تاثیر داره. قرآن مفصل این قضیه را برای ما باز کرده و میگه زهرت الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد در دریا و خشکی ظاهر شده و چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اونچه که مردم خودشان کسب کرده، اون کاری که خودشان میکنن. بله، ما هر عملی که انجام میتیم جناب حسین صاحب یک عکس العملی داره، هم برای خود ما و هم برای خانواده ما و هم برای چی؟ اجتماع ما. گفت این جهان کوه است و فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا. بله بله، بسیار عملی عکس العملی. به تعبیر میگن پژواک. وقتی که شما مقابل یک کوه استاد میشی میگی من دوباره بر میگردانه به سوی تو. اگر حرف زشت بگوی حرف زشت بر میگرده، اگر حرف خوب بگوی حرف خوب بر. پس عمل کرده ما، ای که ما اهل نماز هستیم، ای که به فقرا رسیدگی میکنیم، تمام اینا در سرنوشت به این معنا، نه سرنوشت به اون معنا تأثیر داره. یعنی قطعا. و ایران بعضی وقتا انسان نباید فراموش کنه که ممکنه برخی از مشکلات و گرفتاری هایی که در زندگی انسان خویی نتیجه عمل انسان و خدا انسان دوست داره، میخواید همینجی گشمالی به تعبیر پاکش کنه. برخی از مشکلات و گرفتاری هم بخاطر امتحان و فلان، اما یه ربطی به بسته شدن بخت و اقبال و حتی در بعضی جا دیدیم میگه قفل شده، یک قفل رو بعضی جا از یک جایی پیدا میکنن. اینا از نظر شرعی هیچ کدام از اینا اعتبار نداره. شرع مقدس اسلام اینا را خدمت شما عرض کنم بهش اعتبار
نمیبخشه. پس این شخص ناگزیر نشود که بر پیش ازی و دعا نویسی و حتی بعضی جاها دیده شده که میگن سر کتاب باز کنیم برای من و برخی های کتاب بعضی خیلی پیسای زیاد هم داده میشه و مشکلات در بعضی جاها هم دیده شده مشکلات از اینا که حل نشده که زیادتر شده مشکلاتش حل شده گرفتارش زیاد شده. مثلا به یک سیاستر یا یک خانم میگفته شما اینقدر پیسه بیار ما بختت باز میکنیم، یا برای چنان دعای میتون چنان مثلا تعویزی میدیم که دهان شوهر چی شوه بسته شوه. خوی سیاستر بنده خدا پول پیسه اخو نداره، مجبور میشه میاد خانه یا دوزی میکنه از مال شوهر یا یک طلای چیزی داره اینا رو میفروشه میره برای ازی. وقتی که تعویض گرفت آمد دهن شوهر باز که نمیشه، اختلافات تازه چی میشه شروع میشه، پیسه رو کجا دید طلای ده کجا شد. به هر حال مشکلات گرفتاری ها رو داره، به جایی که از این جاها بره به متخصصین مراجعه کنه، اگر مشکلی بین زن شوهر به مشاوره مراجعه کنه، اگر که مشکلی بین از این زن شوهر پیش یک کسی از فامیل بره که در این زمینه تخصص داره، سالهای سال ممکنه مثلا مشکلات گرفتاری های مردم رفع کرده باشه، پیش از اینا بره. پس چیزی به نام سر کتاب، حالا شما دیدین دیگه، مثلا میگه نام چیه ده حساب ابجد میذاره، نام مادر چیه اونم ده حساب ابجد میزنه، و یک کتابی هم داره و نوشته ازم کتاب و یک رقمی خوانده نمیشه خودش میفهمه دیگه، باز میکنه و بعد بله میگه تالی شما برج حمله، یا میگن تالی شما برج مثلا جدی یا حوته، و یک سری چیزای اونجا نوشته کده اورا میخونه. علم غیب دست خدای تبارک و تعالی، پیامبرش ادعای علم غیب نداره، نداره امام ادعای نفی شده نداره، نفی شده بله، پیغمبر علم غیب نداره، ولی خدای تبارک و تعالی از طریق وحی در اختیار پیغمبر چی میته قرار میته، پیغمبر در اختیار ائمه قرار میته، ولی اینطور نیست که هر کس و ناکس از پیش خود میگه دیگه. دیدین در سر کتابا میگه که در تالی شماست که دو تا زن میگیری، در تالی فلان نفر است که سه تا زن میگیری، در تالی فلانی خانم است که یک دفعه دو دفعه طلاق میگیره. اینو تو از کجا میگی؟ اینا امور غیبی است، اینا غیر از خدای تبارک و تعالی کسی به اینا اشراف نداره، و خدای تبارک و تعالی اشراف داره، و کسی را که خداوند راضی باشه میتونه به او ای اجازه را بده که به این علوم چی داشت پیدا کنه، اشراف پیدا کنه. یک آدمی که در کوچه سر کوچه پیش سرک شیشته از صبح تا نماز شام اونجا شیشته، خویی اگر به علم غیب دسترسی پیدا میکرد ای اگر یک کاری می بود خود از این بدبختی چی میداد؟ نجات میداد. ای در گرمی، در سردی، در باران، در بارش همینج شیشته هم منتظره که یک کسی بیایه و یک مقداری از یک تعویزی چیزی بگیره، یک مقدار پول دهی بده. خب همین انسان پیش خودش فکر نمیکنه که بابا ای اگر نجات دهنده می بود که خودش چی میکرد؟ نجات میداد. پس از این که معلوم دارست اینجا شیشته منتظر آمدن ما و شما و امثال ما و شما، یک فایده ای نداره.